سه‌شنبه گذشته 36مین هفته کارزار نه به اعدام بود که توسط زندانیان 22 زندان در سراسر کشور برگزار شد. زندانیان شجاعی که سیاه‌چال‌های رژیم رو به کانون اعتراض خودشون تبدیل کردن و هر هفته با صدور بیانیه بر عهد و پیمان خودشون برای پایداری در مسیر آزادی پیمان می‌بندن و از بقیه زندانیان توی زندان‌های کشور هم دعوت می‌کنن که به این کارزار بپیوندن. همراه میشیم با مهمان برنامه خانم ثریا وردکار تا در این مورد گفتگوی کوتاهی داشته باشیم. خانم وردکار سلام میکنم به شما. شبتون بخیر. خوش اومدید. با سلام خدمت شما و بینندگان سیمای آزادی. سلامی ویژه دارم به هموطنانم در داخل ایران در سرزمین به خون نشستم. همونطور که خودتون گفتید 36مین هفته گذشته که زندانیا کارزار نه به اعدام رو شروع کردن، علارغم شرایط بد زندان، علارغم اعدامهای دوستانشون، علارغم اعتصاب قضا، شرایط بد قضایی، مکانی، شکنجه، اینها ایستادن و ما اشرف نشانها که افتخار داریم به داشتن این نشان، البته من خودم رو لایقش نمیدونم، یه قطره ای از این دریای مقاومت هستم، عهد کرده ایم که تا این رژیم فاشیست هست بیستیم برای آزادی زندانیای سیاسی، برای اون سربداران، برای مردممون که در زندانی به بزرگی ایران اسیرن. و اشرف نشانها در سراسر دنیا با فعالیت‌هایی که دارن از میز کتاب گرفته به اصطلاح یا تظاهرات، این به اصطلاح همراهی رو با زندانی‌های سیاسی، با این کارزار نعبه اعدام سه‌شنبه‌ها با اونها همراهی میکنن. در ماه اوت در هر ساعت شش نفر اعدام میشدن. بعد همونطور که گفتم تا وقتی که این چوبهای دار بر هر کوی و بر زنی به اصطلاح بر پایه، ما عهد کردیم که هرگز دست از مبارزه بر نداریم. مبارزه اینجا میز کتاب، تظاهرات، دادن شعارها. یادم ما اون دو سالی که جلوی به اصطلاح در سوئد برای دادگاه حمید نوری جلاد می رفتیم، در سرما و گرما یک شعاری بود که دوستان وقتی به این شعار می رسیدن با تمام وجود این شعار رو فریاد می زدن. جلاد 67 کیه؟ رئیسیه، رئیسیه. 30,000 سربدار، قتل عام 67. انقدر گفتیم جلاد 67 که این جلاد 67 بالاخره به درک واصل شد. من از شما، از این فرصتی که به من دادید خیلی ممنونم. دوست داشتم کمی درباره اعدام صحبت کنم به عنوان یک دادخواه، دادخواهی که سه تن از عزیزانم و بسیاری از یارانم در اون دهه 60 اعدام شدن. اعدام، اعدام، این واژه تلخ روزگار ما، اعدام، این واژه خونین سرزمین ما، چه قلب‌های عاشقی که به نام اعدام از تپیدن ایستاد و چه سرهای عاشقی که بردار شد. حافظ در اون سالها سروده بود آن یار که از او شد سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. در سرزمین من کشند عاشقی را که تا عاشق از چه رویی، فقط به جرم افشای اسرار جنایت، به جرم افشای دزدی ها، جنایت، بی‌عدالتی ها. اعدام، ببینید با هر اعدامی در هر خانواده‌ای گویی
بمبی در هر خانواده، گویی بمبی در اون خانواده منفجر میشه که ترکش این بمب‌ها در وجود بازماندگان، خانواده، اطرافیان، جامعه میمونه. این ترکش ها میمونه. زخم اعدام زخمیه که هرگز التیام پیدا نمیکنه. نه گذر زمان به التیام اون کمک میکنه. اما چرا؟ روزی التیام پیدا خواهد کرد این زخم اعدام، وقتی که آزادی و عدالت به اون سرزمین بازگرده. ببینید، اعدام، تاریخچه اعدام، اعدام، این ماشین سرکوب این فاشیستا از همون فردای آزادی، یعنی از همون 22 بهمن آغاز شد. البته که شاه هم اعدام های فجیح داشت و تپه های اوین، خون تپه های اوین در حافظه تاریخ مونده. و خمینی که اومد بهترین ولیعت شاه که ادامه کارهای ناتمام شاه رو ادامه بده. اعدام ها از همون 22 بهمنه، از همون روزی که انقلاب 57 به پیروزی رسید شروع شد. خمینی این شاگرد جلاد خودش خلخالی رو به کردستان فرستاد و اون اعدام های وحشتناک رو در کردستان انجام داد. تازه خمینی پشیمون شده بود که چرا چوبه های دار رو خیلی زودتر برپا نکرده بود، چرا قلم ها رو زودتر نشکسته بود. این خامنه جلاد هم، این خامنه فاشیست هم که ما بهش میگیم ضحاک ماردوش، ضحاک ماردوش در شاهنامه فردوسی یک افسانه است. اما در زمانه ما، در سرزمین من، در سرزمین ما، این افسانه در وجود خامنه رنگ واقعیت گرفته. وجود خامنه، بودن خامنه‌ای به نیستی زیباترین فرزندان آفتاب و باد بستگی، یعنی داره، یعنی بودش در نبود زیباترین ها، حتی از طبیعت. هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستن. خامنه‌ای جلاد، ای جلا ما پوشان چهره با دستان خونی، ای جلاد صرف های جوان، ای رفیق همیشه تیشه، باش تا برکنیمت از ریشه. گفتم بهتون که زخم اعدام زخمیه که التیام پیدا نمیکنه. روزی که آزادی به سرزمینمون بیاد، این ختم کلامه، ما واژه تلخ اعدام رو از فرهنگ لغتمون به اصطلاح حذف خواهیم کرد و به جاش خواهیم نوشت سلام بر عشق، سلام بر آزادی. و این ضرب المثل غلط رو که سر هر بیگناهی پای دار میره بالای دار نمیره، از به اصطلاح ضرب المثل هامون حذف خواهیم کرد، چرا که سرهای بسیار بیگناهی هم پای دار رفت هم بالای دار. متشکرم خانم وردگار، خیلی خیلی ممنون برای توضیحاتون، برای یادآوری، برای توصیفاتی که کردین، که واقعا کسانی که عزیزانشون رو از دست دادن در این حکومت‌های آدمکش چیزها و دردهایی رو تجربه کردن که قطعا همه نمیتونن بفهمن. و ممنونم از این یادآوری، و به خصوص در آخر ختم کلام که از عشق گفتید و انسانیت. در حال خیلی خیلی خوشحال شدم که این فرصت پیش اومد تا بتونیم صحبت‌های شما رو بشنویم. برای شما و همه دوستان و یارانتون آرزوی موفقیت دارم، آرزوی موفقیت خیلی خیلی زیاد برای ایرانی که خواهیم ساخت. ممنونم. ممنون از فرصتی که به من دادید. شبتون بخیر، موفق و پیروز باشید.